امروز یکی از مهیج ترین کارا رو میخوام انجام بدم، چون هم ادویه زیادی داریم و هم در نهایت به یک برنج عطری خوب و یک خوراک ماهی شگفت انگیز میرسیم. قبل از هر کاری من این ادویه‌ای که دارید میبینید رو میخوام آسیابشون کنم. ادویه‌ای هم که داریم تخم گیشنیزه، فلفل سیاه، زیره، چند تا پرک از لیمو یمانی، دارچین، هل و یک تیکه فلفل تنده که اون اختیاریه. اول از همه میریزمشون تو آسیاب، قشنگ خوب پودرش میکنم و بعد اونا رو میریزم روی ماهیا. خیلی بوش خوبه، ولی دقت بکنید الان من بعدشون میگردونم تمام سطح‌های ماهی ها، یعنی هر دو طرف گوشه ها، همش باید ادویه ای بشه. قشنگ ادویه رو بزنید، همه جاش رو برگردونید، بذارید بمونه. حالا برای ادامه کار ما دو تا کاره سس و برنج رو اول انجام میدیم. برنج که رفت برای دمکشی، میریم روی سرخ کردن ماهی. اول از همه شما پیاز رو به صورت نازک خلالی برش بدید، این شکلی که دارید میبینید. بعد میریم رو ماهی تابه، با حرارت ملایم شروع میکنیم به سرخ کردن تا اینکه کاراملی بشه. مرحله بعدی که گفتم درست کردن یک کت عطری خوشمزه است. اول روغن رو میریزم داخل این روغن، میخوام ادویه کاری رو بریزم. اینم از ادویه کاری، در حد 30 ثانیه اونو تف میدم، حرارت ملایمه. 30 ثانیه بعد برنجی که شستم رو اضافه میکنم. اینم با آب الان تمیز میکنم، میارم میریزم روش. یک کوچولو نمکش هم بزنیم دوباره. یه 5 دقیقه میخوام که اینو سرخش کنید. 5 دقیقه. به به، عطرش بلند شد. بعد از 5 دقیقه سرخ کردن آب میریزم توش. اما آب رو شما باید نسبت به حالتی که سرخ نکردید یکم کمتر بریزید، چون برنج الان یکم پخته. این آب کم، یکم دیگه بهش آب اضافه میکنم. یه دستش کنید، حرارت الان زیاده، بذارید بجوشه، بعد بره دم بکشه. یه سری هم به این بزنید، این اوکیه، عالی، همه چی تحت کنترل. به به، چه بوی خوبی داره. آبش هم تقریبا تموم شده. الان حرارت رو کم بکنید، بره برای دم. وقتی که تقریبا دم کشید یکم کرم میذاریم روش. خب این خوشکله ببینید داره میسوزه، من این چیک آب همیشه پیشمه. عالیه. الان یک حبه سیر رو من خورد میکنم توی پیاز. دوباره اگه داشت میسوخت چیک آب رو فراموش نکنید. بریم سراغ بقیه کار. عالیه. این تو این پروسه سرخ کردنش هر وقت داشت میسوخت اصلا نترسید، یه چیکه آب. عالی. سبزی میخوام بریزم توی. سبزی که میخوام بریزم اول اسفناج، برگای اسفناج میذارمشون رو هم و به صورت نواری اونا رو خورد میکنم. این از اسفناجا. و سبزی دیگه‌ای که میخوام بریزم نعناه، در همین حد چند برگ تازه رو دارید میبینید، بازم اونا رو ریزشون میکنم، اما دیرتر اضافهشون میکنم به سس خودمون. اسفناج رو اضافه میکنم. به به به، فلفل سیاه، نمک،
و خوب مخلوطش میکنم. به عنوان چاشنی یکم رب انار اضافه میکنم. میتونید قره قروت اضافه بکنید، تمر هندی اضافه بکنید. وای به به، الان دیگه باید شما حرارت رو کم بکنید که دیگه به سمت سوختن نره. یه چند تیکه گردو رو همینطوری با دستتون خرد کنید، بریزید. اینم اون نعناهایی که خرد کردم. اوه اوه، نعناه به شدت نعناه عجیب غریبی بود. الان که مخلوط شدن یکم آب میریزم روش تا غلظتش کنترل بشه و پخشش کنید. این نعناه رو حس میکنی؟ چرشنگه. این از این و حرارت کم در بسته. چند دقیقه از حرارت زیر گریل زیاده، تو ماهیتاب هم میتونید این کار انجام بدید، اما به محض اینکه ماهی رو وارد میشن باید حرارت متوسط بشه. روغن رو میریزم و بعد ماهی ها رو دونه دونه میخوابونم. دیگه دست بهشون نزنید، حرارت رو حواستون باشه. بعد از 5-6 دقیقه الان وقت اضافه کردن نمکه. نمک میریزم روی هر کدومشون و بعد اونا رو میچرخونم. به 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 به، اینجا رو ببینید، عالیه عالیه، از این بهتر نمیشه. دوباره به این سمتشم نمک میزنم. 4-5 دقیقه بعد این طرفهای دیگرش رو این رو ناکنید، کامل سرخ شده. الان میذارم لبه هاشم کامل سرخ بشه. ماهیامون علاوه بر اینکه همه طرفهاش سرخ شده، توشونم کامل پخته. الان حرارت رو خاموش میکنم و همشون رو برای اینکه یکم از این عطر سسمون رو بگیرن میخوابونمشون تو سس. چیه نظرتون؟ به به، این کار درست. درشو میذارم. خب و الان موقع گذاشتن کره روی برنج. 7-8 دقیقه دیگه غذا اون آماده است. همه چی آماده است. این از برنج. وای چه عطری داره برنج. سری بکشیم که تا دیگه شب بین نره. من باید میکشم توی کاسه که جا واسش بمونه توی بشقا. این شکلی. این از این و اینم از معجزه. اوه اوه، نگاهش کنید چه خوشگله، چه بوی، چه بوی نعنایی. اول یکم از این سس خوشگلش بریزیم تو بشقاب. به به، شما اینجا رو ببین، غلظت سس میبینید چقدر درسته. و اینم از ماهی خوشگلش. اینم یه دونه نعنا برای اینجا و یه کار با حال دیگه. یکم از این عصاره های رب انار و پیاز میریزم روی این ماهی خوشگل و یکم اینجا.
اون تعدیگش هم برگردونم. حالا تعدیگش هم چیز جذابیه. اوه تعدیگ این جایزه است. نوکو نایس. نگاه کنید اینجا رو ببینید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. این غذا خوشمزه رو درست بکنید و حالشو ببرید. خدافظ.